بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. امشب میخوام آیات امتحان بگم که چقدر آیه تو قرآن داریم راجب امتحان داریم و در کربلا چطور امتحان دادن، یه عده چقدر قبول شدن، یه عده چقدر بدبخت شدن. اول در قرآن گاهی میگن سنت‌های الهی. سنت الهی یعنی قانونی که خدا برای خودش نوشته. بذار یه مثال بزنم. مجلس شورای اسلامی یه قانونی برای مردم وضع میکنه که این قانونه. یه قانون هم برای خودش وضع میکنه، کی رئیس باشه، هیئت رئیس چند نفر باشن، با چه تعداد جلسه رسمیت پیدا میکنه، مرخصی های نماینده ها در سال چند رو مرخصی باشن، چند تا جلسه علنی داشته باشن، چند تا جلسه غیر علنی داشته باشن. اینا دیگه مال مردم نیه، قوانی نیست که مجلسی ها برای خودشون تعیین میکنن. پس مجلس شورای اسلامی دو تا قانون دارن، قانون برای مردم، قانون برای خودش. خدا همین کار کرده، یه قانونی خدا برای خودش تعیین کرده. این قانونه که برای خودش تعیین کرده، یعنی گفته من که خدا هستم باید کار بکنم. یک، رزق شما با منه، علی الله رزقها، هدایت شما با منه، ان علینا للهدى. کارا که خدا میگه مال منه، اینا میگن سنت های الهی. کارا که خدا به پیغمبر میگه به ما بگه ما انجام بدیم، میگن احکام الهی. این یه نکته. یکی از سنت های خدا، یعنی قانونی که خدا برای خودش وضع کرده، اینه، گفته بر من است که همه تون امتحان کنم. 20 بارم تو قرآن صحبت از امتحان شده، همه رو امتحان میکنه. ولنبلونکم، یعنی همه تون رو امتحان میکنم. از ابتلا ابراهیم، خدا ابراهیم هم امتحان میکنه. درباره امتحان 4 تا سواله و 4 تا جواب. سوال اول، چرا خدا امتحان میکنه؟ خدا نمیدونه ما چه کاریم. آخه امتحان میکنه که نمیدونیم این روغن، این چای چه جوره، این آدم چه جور آدمیه. ما امتحان میکنیم تا بفهمیم. خدا نمیدونه که چه کاره؟ چرا؟ وقتی میدونه چه نیاز داره که امتحان کنه؟ این سوال. جواب، خدا میدونه، منتها اجر خدا بر اساس دونستنش نیه. امتحان میکنه تا از ما یه کاری سر بزنه، وقت پاداش و کیفر بر اساس کار باشه. مثال بزنم، شما میدونی آقا خیاط پولش میدی؟ نه. ای آقا بناست پولش نمیدی؟ میدونم خیاطه، ولی تا ندوزه بش نمیدم. میدونم معمار و مهندس و بناست، تا نسازه بش نمیدم. خدا میدونه کی چه کاره، اما تا از ما عملی سر نزند خدا به ما مزد نمیده. یه بار دیگه سوال، آیا خدا نمیدونه کی چه کاره؟ چرا؟ وقتی خدا میدونه چرا امتحان میکنه؟ سوال جواب، امتحان بره دونستن نیست، امتحان بره اینه که از ما یه کار سر بزنه. وقتی از ما کار سر زد، وقت مزدوم میده.
خدا بر اساس کار مزد میده، نه بر اساسی که میدونه خیاطه میدونه بناست. سوال دوم، ابزار امتحان چیه؟ هر خیری و هر شری ابزار امتحانه. نمروکم بالشر و الخیر، حالا یا بالخیر و شر یا بالشر و الخیر، یعنی همه خوشی ها ابزار امتحانه، همه ترخی ها هم ابزار امتحانه. یکی رو خدا به خوشی امتحان میکنه، یکی رو با ترخی. این دو. سه، مردم در برابر امتحان چهار دسته هستن. یه دسته جیغ میزنن، تا سختی بهشون رسید جیغ میزنن، اذا مسه و شر رو جزوعا، در مقابل ترخی ها جیغ میزنن. گروه دو، عده جیغ نمیزنن، صبر میکنن و بشرت صابرین. عده از سراغ ترخی ها میرن، مثل یاران امام حسین، اصلا میرن کربلا شهید شن. یه مثال روان بزنم، پیاز، فلفل، بچه که دهنش و دندونش رو فلفل و پیاز بزنه جیغ بزنه، بزرگ که میشه میخوره دو جیغ نمیزنه، پدر که میشه اصلا پول میده پیاز و فلفل میخره. پس یه پیازه متوسط و برخورد با پیاز میشه. گروه یک جیغ میزنن، آیش همینه مسته و شر رو جزوع، جزع این جیغ میزنه. گروه دوم صبر میکنن، آیش رو حفظید و بشر صابرین. گروه سوم به سراغ سختی ها میرن، مثل و شاکرین لما اصابه هم، یعنی لشکر امام حسین رو کربلا وقتی بهشون تیر میزدن میگفت الحمدلله. این پدری که پول میده فلفل میخره. رئیس بانک امروز به یک کارمند میگه تو اینجا وایسا مسئول گرفتن باش، تو مسئول دریافتی. حالا اگر یک کارمندی صبح تا ظهر صدها میلیون گرفت از مردم، هیچ ملق نمیزنه، یه مول مکن، فردا رئیس بانک میگه تو باجه دیگه وایسا مسئول پرداختی. نه اروزی که میگیره و دریافت میکنه میپره بالا، نه اروزی که میده سکته میکنه. مثل کارمند بانک باشید، دادن دادن، ندادن ندادن. میخواد ازدواج کنه با فلان مورد، مثل گربه تملق میگه، امیدوارم منو به نوکری خودتون بپذیرید، امیدوارم بتونم در خانواده شما همچون پسر بر شما باشم. هم چی حرف میزنه؟ یا آدم بود پنج تا مشکل داشت، زش بود و کوتاه بود و سیاه بود و فقیر، میخواست دوماد شه کسی زنش نمیشه. آخرش گفتن فلانی دختر داره، رب پلو پدر دختره، گفت ما شرایطم اینطوریه، شکلی پولی چهره ای چیزی نداریم، حالا شنیدم شما دختر داری، عربیشو میخونم فارسیشو میفهمید، این تو زوجونا، اگر دختر تو به ازدواج مادر بردی الحمدلله، و این تمنعونا، اگر من کردی دختر تو ندادی الله اکبر، میریم جای دیگه، این تو زوجونا الحمدلله، این تمنعونا الله اکبر. داشتم تو ماشین با بغل دستیم با هیجان حرف می‌زدم، آخه چرا همچی شد، نباید همچی بشه. در حال هیجانی بودم، عصبانی، مثلا یه اتوبوس سرعتش رو گرفت اومد بغل ما رفت، دیدم پشت اتوبوسه نوشته شد شد، نشد نشد. من تو خندم گرفت، گفتم راست میگی، برای چی حرف می‌زنی؟ برای چی حس میزنی؟ شما به مقداری که عقل داری، تخصص داری، مهارت داری، کمکاری نکن. اما رزق شما با خداست. یکی سیب برداشت، گفت من با این سیب آبرو امام صادق رو میریزم. گفتن چه میکنی؟ گفت میرم به امام صادق میگم این سیب رزق من هست یا نه؟ اگر گفت رزقت نیست فوری میخورم.
خب امام شرمنده میشه، امام میشه دروغگو. اگر گفت رزقت نیست میخورم، اگر گفت این سیب رزقته فوری لگد میکنم. هرچی امام گفت زدش انجام میدم، امام شرمنده بشه بین یاراش. رب پلو امامو به امام گفت این سیب رزق من هست نه؟ امام این سیب رو دید و یه خودم قیافه ایشون دید و سیب دید و قیافه دید و سیب دید و قیافه دید و فرمود اگر از گلود پایین برم من میشه رزقته. این فکری رو چه کنم؟ قاعدم داره از گلوش پایین نمیره. الان شاه و صدام چند تا کاخ دارن؟ گربه های کاخ صدام خوشتر صدام هم. کاخ داره برای خودش تو برزخ میسوزه. داشتن دلیل بر کامیابی نیه. خیلی ها دارن ولی کامیاب نیستن. حدیث داریم وقتی دعا میکنید نگید خدای چی میخوام، بگو ابزارشو نخواهید. مثلا میخواه بری مکه، اللهم ارزقنی، کمک کنید، حجه بیتی کل حرام، خدای میخوام برم مکه، نگو اللهم ارزقنی مالا لحجه، خدای پول بفرستا برم. اینقدر آدم مکه رفته بی پول و اینقدر آدم پولدار نشده برای مکه. شده کسی اومده تا جده کنار کعبه کنار مکه تو فرودگاه جده دیونه شده، یه رزقش مکه نبود. این که ما چجوری بخوایم تکلیف برای خدا تعیین نکنیم، هر جوری اون میگه او درست میگه. دو تا قصه براتون بگم. دو تا پیغمبر دو تا دعا کردن. یکی حضرت یوسف گفت رب السجن، خدای من برم زندان گیر این زلیخا نیفتم. این زلیخا عاشق ما شده، اسباب دردسر شده، من برم زندان گیر این نیفتم. هیچی، یوسف هم افتاد به زندان. یوسف گفت چی شد؟ خدا گفت خودت گفتی زندان، چرا برای من تکلیف رو مشکل کردی؟ باید بگی خدای من نجات میده، من بلد بودم چجور نجات دادم، تو خودت برای خدا تعیین تکلیف کردی. گفت رفت به سجن، حالا که گفتی سجن بچش. برای خدا نگو خدا یا بچه‌م برای کنکور خوشبخت باشه، اینقدر کنکور رفته داریم که هزار یک مشکل داره، دخترم با ایشو ازدواج کنه خوشبخت باشه. اینطور نیست، بیتون نیست. به غیر خدا دل نبندیم. یوسف لبچا خندش گرفت، گفتن چرا میخندی؟ گفت یه روز نگاه کردم دیدم که 12 برادر دارم، 120 کیلو هر کدومی با کم و زیادش. گفتم با این برادرها کسی نمیتونه بگه بالا چشمت ابروه. حالا میبینم همون برادرهایی که تکیه‌گاه من بودن همون ها اومدن بندن تو چاه. خدا خواسته باشه حفظ کنه، بلد حفظ کنه. یه پیغمبر رو آب حفظ کرد، حضرت نوح سوار کشتی شد. یه پیغمبر زیر آب حفظ کرد، میتونید بگید؟ حضرت یونس. یه پیغمبرم بغل آب حفظ کرد، حضرت یوسف تو چاه بغل آب بود. خدا خواسته باشه حفظ کنه، رو آب و زیر آب و بغل آب برش فرقی نمیکنه. این مال یه پیغمبر. گفت خدای زندان، رفت زندان و گفت چی شد؟ گفت خودت گفتی زندان. بگو خدایا برای دختر پسرم خیر بخواه. حالا خیر هم وارد خونه شدم، بچه من گفت بابا در کنکور قبول شدم. گفتم خب شدی که شدی. گفت آقا جون فکر کردم بگم قبول شدم تو احساسات نشون میدی. گفتم حالا من برعکسم؟ چه دلیل داریم که هر طرف کنکور خوشبخته؟ و چه دلیل داریم که هر کس نرفت کنکور بدبخته؟ اصلا کی گفته علم تو کتابای دانشگاه است؟ بخش علم تو کتابای دانشگاه است. بسیاری از علوم تو کتابای دانشگاه است. من الان خودم 6 کلاس درس بیشتر نخوندم، چند تا کتاب من تو دانشگاه تدریس میشه.
دانشگاه علم هست، اما همه علم تو دانشگاه نیست. قصه نخورید کنکور نرفتید، هفته یک کتاب مطالعه کنید باسواد میشید. این مال یه پیغمبر گفت، رب سج افتاد به زندان، خدا بهش گفت خودت گفتی. یه پیغمبر دیگه، حضرت موسی یه نماینده داشت تو دربار فرعون، یه عامل نفوذی داشت، آمد گفت در رو، گفت چیه؟ گفت شورای نظامی تشکیل دادن هر کجا هستی بگیرن بکشنت. فوری در رو فخرج. موسی هم در رفت، از منطقه حکومت فرعون رفت در منطقه مدین. خب یه آدم تنهایی بدون ماشین و موتور و اسب و الاغ و پیاده تنهایی در هوای داغ، یکی میگم هوای داغ چون میگه وقتی گفت رفت یه سایه نشست، ثم تولا الاغیر، یعنی رفت سایه پیدا تو داغ بوده، یک نفری تحت تعقیب پا به فرار آمد منطقه مریم. قبل از اینکه وارد شهر بشه دید که یه جمعیتی وجد امتن، یه امت رو دید که تسخون دارن بزغاله ها را آب میدن. ولی دید یه گوشه دوتا خانم وایسیدن، این آقای که حال خودش تحت تعقیبه رب پلو خانما، گفت خانما ببخشید چرا شما کنار وایسیدید؟ گفتن ما پدر پیری داریم به نام شعیب، نمیتونه چوپونی کنه، ما دو دختر چوپونی میکنیم، حال اومدیم گوسفندا رو آب بدیم، لب چشمه شلوغه، بریم آب بدیم، تنمو به تن مردا میخوره، کنار وایسیدیم تنمو به تن مردا نخوره، اختلاط پیش نیاد، مردا برن ما آب میدیم. عربیش هم بخیر بخونم، وجد من دونهم امرأتین، دو تا خانم دید، رفت جلو گفت ما خطرکما، چرا کنار وایسیدید؟ گفتن لا نسقی، ما سقایی نمی کنیم، ما آب نمیدیم، حتی یستر رعا، رعیت آب بدن برن بعد. فسقا لهما، موسی گفت گوسفندار بده من، من آبش میدم. فسقا سقایی که لهما، برای دوتا خانمه، گفت بمده گوسفندار آب داد و دخترها رفتن خونه و باباشون گفت زود اومدید؟ گفتن ولی یه جوان پیدا بود تحت تعقیب، دو با هنهن مثلا می آمد، پرسید و ما جواب دادیم، گوسفندار آب داد، گفت برو بشو بیا. یکی از این دخترها اومد گفت ان ابی، هر چی عربی میخونم قرآن، ان ابی یدعوک، بابام دعوتت کرده، چه کار داره؟ ریاضیه که جزا بده، پاداش، اجر ما سقط، اجر سقای تو، تو که به بزغالای ما امرو آب دادی، بابا میخواد پولشو بده. آمد و فلما قصد علیه القصص، ماجرا رو گفت که من تحت تعقیبم، یه عامل نفوذی تو دربار فرعون داشتم، او با دو اومده گفته فرار کن، میگیرن میکشنت، منم فرار کردم اومدم منطقه شما. خب این موسی چی میخواد؟ یک، امنیت میخواد چون تحت تعقیبه، دو، عزب مجرد همسر میخواد، سه، مسکن میخواد، چهار، پول مهریم میخواد، سرمایم میخواد، معلمم میخواد. گفت همه مشکلاتت با خودم، اما معلم میخوای، من شعیب پیغمبرم، آموزشایی که باید بدم بدم، اما خونه بیا تو خود خونه خودمو توی اتاق بش، همسرم نداری یه چیزی دختران بگیر، مهریم نداری به جای که دخترها چوپونی کنن تو چوپونی کن، پول چوپونید مهریه حساب میشه، شغلم نداری چوپونی شغله، یعنی اشتغال و ازدواج و مسکن و امنیت و نجاوت، تو خونه مونم در اهل نجاتی، کسی دسترسی به تو نداره. این حضرت موسی که همه مشکلاتش رو میدونی چرا شد؟ وقتی آب داد برای دو تا دخترها، عربی میخونم قرآن میخونم، ثم یعنی سپس، تولا الی الظل، رفت یه سایه ای، قال گفت خدای ربه، خدایا انی، من، لما انزلت الی من خیر فقیر، من هر خیری به من برسونی الان بهش نیاز دارم. امام صادق هم نون میخواست، منتها نمیخواست به خدا بگه من نون میخوام، گفت خدای من هر خیری برسونی الان وقتشه، و یه تیکه نون میخواست، گرسنه‌اش بود، یه جوان فراری تحت تعقیب، هوا گرم، تشنه، پیاده. چی دارم میگم؟ دو تا پیغمبر دو تا ربه گفتن، یکی گفت رب سجن، خدای میخوام برم زندان از شر زلیخا ندادم، یکی گفت رب من خیرن، خیر برسون، حالا صابون فروشی یا قالی فروشی، برج فروشی یا
عدسی فروشی هر چی که خیره، من نمیدونم خیرم در چیه، از این چی میخوام بگیم؟ وقتی دعا میکنید نگید خدایا من با این دختره ازدواج کنم، دختره بگه خدایا من این پسره رو میخوام. روی یک نفر زن نکنید، فکر کنید تمام سعادت ها تو اینه. من چه میدونیم سعادت در چیه؟ من نمیدونیم سعادت در چیه. گاهی خداوند همچی گرسنگی میده که آدم بهتش میبره، نور و دست داده بلی گشنگی میده. صلوات برسید. بابای من خدا همه انباس را بیامرزه، بازاری بود و منو طلبه کرد و عده‌ای بهش اشکال کردن که شما بی خود بچه دو طلبه کردی دیگه، این بچه‌ت فقیر خواهد شد و گرسنگی خواهد خورد. گاهی هم یه چیزایی میگفتن که من اذیت میشدم. یادم هست که یه بازاری آمد تو مغازه پدر من، گفت حاجی یه اشتباه کردی بچه‌ت آخون شد، حالا اشتباه دوم نکنی. گفت اشتباه دوم چیه؟ گفت اگر میخواد دوماشر زن سید بش بده، که اگر بی پول شد بگن زنش سیده، به زنش خمس بدن، وقت اینم کنار سفره زنش میشینه بخوره. اینو با گوش خودم شنیدم. خدا به سگه های ولگرد روزی میده، به سوست های سوراخ ها روزی میده، ما چرا هرس میزنیم؟ بالاخره ما چند سالی قوم درس خوندیم، بعدم رفتیم نجف، همون زمانی که امام ترکیه بود، و اونجا بابای ما یه پولی فرستاد گفت برو مکه، چون حدیث داریم کسی برای مکه از فقر نجات پیدا میکنه. اونجا هم کاروان نبود، قصه مال بله 50 سال پیشه، چون معنان 70 سال ما تقریبا 72 سال، نیم قرن پیش. گفت تو برو مکه که من خاطرم جمع باشه، تو دیگه فقیر نخواهی شد. رفتیم به نونوا گفتیم که یه 30-40 تا نون دو آتشه بپز، میخوایم خوش کنیم تو کیسه، تو سفر مکه رفت و برگشت نون خوش داشته باشیم. گفت باید آخر شب بیا بگیریم. گفتیم میدیم. آخر شب رفتیم یه 30-40 تا نون دو آتشه گذاشت رو دستمون. نجف. نونا رو که گذاشتم رو دستم گفتم که یه نونم بده امشب بخوریم. بعد گفتم یعنی چه؟ خب یه خود حتم نونا رو بخور. مثل آدمی که یه کامیون انگور داره بگم نیم کیلو انگور بده بخورم. از همین کن. گفتم آقا سوالم بیجاست، دیگه کسی که 40 تن رو دستشه که گرسنگی نخواد خور. نونا رو گرفتیم آوردیم، اتاقمون کوچیک بود، اتاق بزرگ میخواستیم خوش بشه، اتاق بغلی بزرگ بود، اجازه گرفتیم نونا رو پهن کردیم، رفتیم مشغول کارمون شدیم. آخر شب که رفتیم نون برداریم بخوریم، دیدیم این هم اتاقی بغلمون داره بسته رفته. دویدیم رفتیم بیرون دکون نون وای، دیدیم در مدرسه هم بسته شد. رفتیم برنج بپزیم، دیدیم روغن نداره. رفتیم بخوابیم، دیدیم گشنه مونه. 60 اتاق تقریبا تو مدرسه بود، دستش روشن بود، همه خوابیده بودن. در اتاقایی که روشن بودم آقا ببخشید شما تو سفرهتون نون بیات نون کهنه نیست؟ گفت ببینم. رفت و یه کسی یه دو سه مسقال نون سیاه، یه اتاق دیگه نون سوخته، نون پیازی، ته سفره دیگه. من در عمرم یک شب نون گدای خوردم و اون شبی بود که گفتم کسی که 40 تن رو دستشه گشنگی نخواد خورد. خدا گفت همین امشب بهت گشنگی میدم، همین امشب با 40 تن نون امشب گرسنگی میدم. ما فکر میکنیم اگر یه آپارتمان کجا داشته باشیم، یا آپارتمان کجا، بدبخت نمیشیم. آدم ها اصلا 10 تا آپارتمان دارن، تو فامیل خودشون هم آبرو ندارن. چرا اومدن کربلا امام حسین بکشن؟ بره جایزه. حالا به جایزه رسیدن، چیچی رو به چیچی فروختن، چیچی رو با چیچی عوض کردن. خدا رحمت کنه مطهری زمان شاه اومده و کاشون، من در خدمتش بودم، گفت قرائتی این دعا مال ماه رجبه، اما تو هر روز بخون. دعا اینه: خواب الوافدون علا غیرک، باختن اونها که با غیر خدا معامله کردن. آخه آدم امام حسین رو میکشه بره جایزه یزید، اینقدر انسان سقوط میکنه. امتحان.
یه عده‌ام خوب امتحان دادن. هر رو شما میشناسید که توبه کرد، یه دو تا برادر دیگه هم توبه کردن. اینا لحظه آخر تا لحظه آخر یزیدی بودن. یه مرتبه دن امام حسین میگه که هل من ناصرن ینصرنی، هیچ که نیست منو یاری کنه. اینا لرزیدن، گفتن پسر پیغمبر التماس میکنه. گفت دیگه حال دیگه، فرمود هیچ وقت دیر نیست، هیچ وقت دیر نیست. رفتن دوتا به امام حسین ملحق شدن. حالا اگرم به امام حسین ملحق نمیشدن چند روز دیگه بودن، گیرم 10 سال زندگی بودن. حالا یه تون برنج دیگه هم میخوردن، یه دو تا ماشین آبم آب میخوردن، یه کامیون هم هندونه میخوردن. چی با چی عمل شد؟ این عاقبت خیلی مهمه که انسان یه عمری، اولین بد عاقبت شیطونه. حضرت امیر فرمود 6000 سال عبادت کرد، معلوم نیست عبادت ها سالا سالای دنیاست یا سالای آخرتی. 6000 سال عبادت کرد، در یه لحظه رفوزه شد، گفت من به آدم سجده نمی کنم. به هر حال امتحان یک کسی با شکل، امتحان یک کسی با پول، امتحان یک کسی با پست. حدیث داریم اگر با کسی رفیق بودی، رفیقت به یه مقامی رسید، اگر 1/10 رفاقت قبل، 1/10 یا میشه 10%، اگر 10% یا 1/10 رفاقت قبل و حفظ کرد، لیس به صدیق سو، این معنی میشه رفیق بدینی. یعنی پست جوریست که آدم همه چیز رو فراموش میکنه، برادر رو فراموش میکنه. حدیث داریم اگر 1/10 رفاقت قبلش رو حفظ کرد، لیس به صدیق سو، باید آدم خوبیه. کجاها تا حالا امتحان شدیم؟ گاهی باید یک کلمه راست بگیم. آقا من مقصرم. یه جا بگو آقا من مقصرم، تموم شد رفت. الان ما چرا یهودی داریم و مسیحی داریم؟ تمام گناه یهودی و مسیحی ها گردن 4 تا آخونداشونن. قرآن میگه آخوندهای مسیحی پیغمبر رو عمیق میشناختن، مثل بچه شون. یعرفونهو کما یعرفون ابناءهم. پیغمبر اسلام را نشانه هاشو تو تورات انجیل خونده بودن، مثل بچه‌شو میشناختن. اما گفتن اگر بگیم ای اونه پیغمبر اسلام پیغمبره، وقت ما باید پست اون تحویل بدیم دیگه. پس ما دیگه پستی نداریم. برای حفظ پستمون، برای حفظ جایگاهمون حق ما نگفتن. حق ما نگفتن. افرادی خوب امتحان دادن، افرادی بد امتحان دادن. خدا باید نگه داره، علم آدم رو نجات نمیده. تو قرآن آیاتی زیادی داریم، من بعد ما جاءهم العلم. من بعد ما جاءهم العلم یعنی باسواد بود اما باخت. حالا یکی از این باسواده که خیلی دونه درشته و چجوری سقوط شده براتون بگم. من بعد ما جاءهم العلم، علم آدم رو نزدن. بلعم باورا اسم اعظم بلد بود اما بعد عاقبت شد. امیر المومنین داشت رد می شد از یه خونه، یه کسی قرآن می خون، به یه آیه رسید. امن هو قانتون آنا اللیل، کسانی که در دل شب پامشن با تواضع قرآن می خونن، با یه حالی قرآن می خون. یه نفر که همراه حضرت علی بود گفت چه حالی داره، این چه حالی داره، با چه حالی قرآن میخونه. حضرت فرمود تعجب نکن، بعدا روشن میشه. تو جنگ خوارج دید همون که آیه میخونه با او آهنگ با اون صوت دل نشین کشته شده، جز دشمنان حضرت علیه. صدار رفیق است، گفت بیا بیا بیا. یادت هست چند شب پیش از درخونه ایشون میرفتیم، آیه میخون تو گفتی چه حالی داره، این همونه. یعنی یه عمری قرآن میخونه ولی در مقابل حضرت علی شمشیر میکشه، شمشیر میکشه. الان بنده خودم که اینجا نشستم دین دارم،
نمیدونم. سه تا تلفن به من بکنید بعد ببینیم من دین داره نه. تلفن اول، الو، بفرمایید. آقای قرائتی، بله من خودم هستم، بفرمایید. از این شب جمعه بحثای تلویزیون شما قطع شد. تلفن دوم، الو، بفرمایید. این ماشین و حفاظت و راننده که بهت دادیم لطفا تحویل بدید. الو، بفرمایید. این نهضت سواد آموزی در آموزش پرورش ادغام شد، ستاد نماد هم در سازمان تبلیغات ادغام شد، بود دنبال کارت. بذار پستامو بگیرن بعد ببینیم قرائتی دین داره نداره. ما الان تو سرازیری راننده هستیم، تو سرازیری هر بشکه بی ام و، هر بشکه بی ام و سرازیریه. تو گردنه معلوم میشه ماشین سالمه نه. یه کسی فوشت میده، گاهی وقتا انسان یک امتحانی میکنه و او امتحان خیلی راحت مشکلشو وا میکنه. بله تو اینی. گاهی انسان برای یک کاری که خوشش میاد پول میده، اما یک کاری رو خوشش نمیاد، هرچی میگیم اینم واجبه، میگه ببین من برای یک کارا پول نمیدم. ما آدمایی داشتیم که میخواستن منار رو بسازن، گفتیم پول این منار رو یه خونه عالم بساز، یه کتابخونه، یه مدرسه علمیه بساز. اگر یه سکه دو سکه خرج مؤذن کنیم، بسیاری از نوجوانهای منطقه همه اذان گو میشن. اذان خیلی ثواب داره. حضرت علی فرمود هر چی از پیغمبر خواستم بهم داد جز یک. گفتن چی بهت نداد؟ گفت التماس کردم که به جای بلال من اذان بگم، پیغمبر فرمود نه، اذان باید بلال بگه. در لمعه داریم اگر سر اذان گفتن دعوا شد، چاقو کشی شد، قرعه بکشید. پیدا سر اذان دعوا می شده، اذان مقامی بوده. ما خرج منار می کنیم، خرج بلال نمی کنیم. تو امتحانا باید مواظب باشیم. خودمون مطرحیم، شهرمون مطرحه، من لهجهمون مطرحه. تعصب نداشته باشیم. هرچی حقه. رو عرب، رو عجم، رو چیزی تعصب نداشته باشیم. تابع حق باشیم. اینا امتحانای منه. امتحان هوش. چند بار تو قرآن اسم امتحان اومده؟ بگید 20 بار. ابزار امتحان چیه؟ همه تلخی ها بگید، همه شیرینی ها. هم آدم با تلخی امتحان میشه، هم باشه. مردم در مقابل امتحان ها یه عده جیغ میزنن، یه عده صبر میکنن، یه عده هم داتارانه سراغشو میدن. این فلسفه روزا اینه که ببینید دیگران چه جور مقاومت کردن، شما هم مقاومت کنید. خدایا امام حسین روسفید بود و روسفیدتر شد. اصحاب امام حسین همه تو امتحان روسفید در اومدن. به آبروی امام حسین و یارانش هر چی تا حالا تو امتحانا رفوزه شدیم، شرمنده شدیم. شرمندگی ها و لغزش های گذشته ما رو ببخش و بیامرز. از الان تا ابد یک ایمان قوی به ما بده که تو هر امتحانی روسفید بیام بیرون. نسل ما و خود ما را از یاران حضرت مهدی قرار بده. کمتر از آن ایمان را به خودم واگذار نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.